این چهره کسی است که هنوز از خواب بیدار نشده، در میده به دوقل اتوبوس 48 ساعت تا دفاع. آه 48 ساعت دیگه دفاعمه. میگن که امروز من کارایی رو میکنم که تو حاضر نیستی، فردا کارایی رو میکنم که تو چی؟ قادر نیستی. بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده برگشتم مکس بانک، اونجور که میبینید 48 ساعت دیگه از تاریخ این فیلم هم بایستی از پایان نامه دکترام دفاع بکنم. خیلی هیجان دارم، خیلی استرس دارم. الان هم روز یک شنبه صبح، ساعت های 9 صبح هست. طبق معمولم خب کسی نیست اینجا این موقع. اومدیم در خلوتی این آفیس کارهای پایانی اسلایدار رو انجام بدیم، تمرین بکنیم. میرم اتاقم هم بهتون نشون میدم اونجا که قراره بشینم صحبت بکنم. دیشب هم خونه یکی از دوستان عزیز توبینگنی بودیم، زحمت کشیده یه سقفی رو موقت گذاشته بالا سر ما، دمش گرم. صبح هم بلند شدیم و برامون میوه و زردالو و اینا گذاشته که بیایم سر کار. تو راه هم که اومدم دو سه تا از همکارامو دیدم، اونا هم گفتن او امیر گود لاک، اینا گفتم گود لاک، گود لاک به من، دستتون در نکن، لیتس گو. اینا از اول دکترا تقریبا با هم بودیم. بعد خلاصه آره اینا هم که میبینید پشت سر من، حالا من شاید این آفیس های شافتون نشون ندادم، پوستر هایی هستن که مثلا بچه ها رفتن کنفرانس های مختلف پرزنت کردن. بعد خب بعضی وقتا نقاشی هم میکشن روی روی تخته ها. بعد این گوشه هم دفتر استاد اعظم حاجاها پروفسور دکتر برنارد شولکوف، اینم که قبلا نشونتون دادم تو فیلم های دیگه، فکر کنم کتاب خونمون، کتاب خونه نقلیمون و عکس فارغ التحصیل های قبلی که البته از یه جا بعد دیگه عکسشو نزدن. این ستاپی که اینجا میبینید جایی هست که من قراره بشینم و پرزنت کنم پایان نامم و دفاعم. در اصل من دکترام رو از ETH زوریخ میگیرم، اما چون کمیتم یکیشون زوریخ بود و یکیشون توبینگن بود و یکیشون یه شهر دیگه آلمان، دیگه درخواست دادن خداشون که چکار کنیم، آنلاین برگزار کنیم. ما هم گفتیم ما هستیم، حالا حضوری آنلاین هرچی میخواید. یه خلاصه آنلاینه، میشینم اینجا رو در اتاقم یه برچسب قرار بزنم، Do not disturb, do not defense in progress. فقط بهمون گفتن که از فردا، این روز قبل از دفاع، به مدت کل هفته قراره که بیان این شیشه ها رو، شرکت های شیشه شور بیاد و تمیز بکنه و اینا دیگه. حالا نمیدونم وسط دفاع داشته با منشی میگفتم این چیکارش کنیم، میگفت اگر اومدن تو بگو بیان دو سوال هم جواب بدن. گفتیم هر 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 الان چی شوخی گرفته با من. خلاصه این صحنه هم که پشت سر من میبینید صحنه دلربا و زیبایی، برم بیرون تو بالکن. این بالکن ما هست اینجا، نگاه کنید زیاد. دیشب هم کلی کلی بارون اومده و دلمون برای همه اینا تنگ میشه. امید داریم که چیز بشه، بار آخری نباشه که میگم تو بینگن و بتونم بیام و استادم همچنان همکاری کنم. واقعا استاد خوب نعمته، خیلی خیلی، البته من هزینه دادم، زحمت کشیدم که بیام اینجا دکترا بخونم. وقتی اومدم خیلی دوباره زحمت کشیدم که بمونم، یه دانشجو خوب باشم و واقعا البته خدا رو شاکرم، چون ما وسیله هستیم، بیشتر باید تلاشمونو بکنیم و اون اگه صلاحمونو بدونه خب جورش میکنه برامون. ولی واقعا یک نعمت بزرگیه که آدم استاد خوب داشته باشه تو محیط خوب. این استادی که ما اینجا داریم و اون یکی استادم که تو کمیتم هست، جفت اینا افرادی هستن که من هر چی جلوتر رفتم بیشتر فهمیدم که من واقعا خیلی دارم با یه آدم بزرگ کار میکنم و خیلی هنوز جا داره که ازش چی یاد بگیرم. مثل فرض کنید یک مثلا گل رزی که هر کدوم از این پدالاشو که میکنید دوباره پشتش یه لایه دیگه هست که اصلا تو نمیدیدی از بیرون، و این لایه حالا تو کار علمی باشه، تو کار مدیریتی باشه، تو کار نمیدونم روابط بین مثلا ساینتیستا باشه، روابط بین ساینتیستا و افراد دیگه باشه، اصلا هر چی بگی ها
هی که میری جلوتر میفهمی واو من هنوز باید لنگم پن باشه اینجا و بشینم یاد بگیرم از اینا. خلاصه خبرهای خوبی در راه هست بعد از دکترا و واقعا من نیاز به حمایت اساتیدم رو همچنان دارم. اینجا هم پای سر من ببینید این کافی سازمونه، توی یکی از فیلم ها حتما نشونتون دادم. بعد آره این هم که قهوه صبحگاهی ما دابل اسپرسو شات. نمیخوام فیلم طولانی بشه، گفتم فقط بیام حالا هوامو ثبت بکنم. خیلی چیزم، خیلی مجموعی از احساسات مختلف الان توم هست، نمیدونم دقیقا چی رو روش اشاره بکنم بگم بیشتر از همه، ولی ترکیبی از احساس هیجان برای حالا مراحل بعد از دفاع، احساس اضطراب برای اینکه خود دفاع خوب پیش بره. بذارید آخر فیلم رو یه جور دیگه براتون تموم کنم. اینجا یکی از اتاقامون هست و یک عدد بیبی گراند یا گراند پیانو یا ماها اینجا هست. بذارید یکم براتون بزنم و بعد دیگه فیلم تموم. شما آرزوی توفیق دارم، شما برای من دعا کنید که از فردا دفاع خوبی داشته باشم، اون برای مرز بگیرم. فعلا.
روز قبل از دفاع، مرکز شهر توبینگن، کلیسای معروف، بستنی شتراکیاتلا و این صحنه. دفاع است و یک ساعت دیگه من باید آنلاین باشم که با مسئول آیتی تست کنیم اسلایدها رو، ببینیم کار میکنه یا نه. بعدش هم نیم ساعت پرزنتیشن و همراه فکر کنم حداقل یک ساعت سوال، مجموعاً یک ساعت و نیم. دیروز هم دفاعی بنده خدای دیگه بودیم، اونم نیم ساعت پرزنتیشن بود، البته دانشگاهش فرق میکرد، ولی نیم ساعت دفاع بود، پرزنتیشن نیم ساعت پاسخ به سوال. و خیلی جالب بود اینجا دوتا کلاه براش درست کرده بودن، یکیشو هم خونه یاش براش درست کرده بودن، اونایی که هم خوابگاهی بودن باهاش، و یکی دیگر بچه های دپارتمان. خیلی گوگل بود اینجا. حالا ببینیم بچه‌ها برای ما چیکار کردن. البته ما هیچ انتظاری نداریم و ولی خود 4-5 ساله برای همکارامون کلا درست میکنیم، قطعاً برای منم هم یه کاری کردن. همیشه خیلی حس خوبی داره. بچه‌ها میگن آخرین امتحان شما دفاعتون نیست، آخرین امتحانتون اینه که حدس بزنید روی این کلاها هر نشانی که گذاشتیم، شکل و شیء و اینایی که گذاشتیم نشان چی هست. خلاصه بعضی ها به من گفتن صبح روز دفاع فریک اوت کردن و نزدیک بوده ملت داون داشته باشن و فران. بعضی ها هم گفتن نه اینجوری نبوده، ولی اغلب گفتن آره. حتی اگر شما دو ماه، دو هفته، دو روز قبل از دفاعتون هیچ استرسی ندارید، ولی روز دفاع و روز قبل از دفاع که میرسه میریزید به هم. حالا ما هم دیروز و اینا خیلی استرس داشتم من، ولی حقیقتش کاریش نمیشه کرد، این مسیریه که باید رفت. و خدا رو شکر، خدا رو شکر من کمیته ای دارم که تا حدودی حامیم هستن، میشناسمشون، باشون مقاله دادیم بعضی هاشونو. اغلب مقاله هایی که توه پایان نامه من اومد، مقاله های اغلب که نه همشون مقاله های چاپ شده، پیر ریویود یعنی توسط جامعه علمی تایید شده هست، یعنی اصلا هیچ نگرانی از این بابت نیست. اسلایدایی که درست کردم خیلی دوست دارم، یعنی من خیلی خیلی زیاد وقت میذارم رو اسلاید، چون جواب گرفتم. افراد وقتی میان تو سخنرانی های من و اسلاید ها میبینن با یک خاطره خیلی خوبی
از اون سخنرانی میرن و تا تهش انگیج هستن و یادشون میمونه و اینا. و داشتم برای فاطمه میگفتم که بالاخره آدم قصه چی رو میتونه بخوره، بعضی چیزا تو کنترل ما هست. خب اونی که تو کنترلمون هست، حرصش رو بخور، قصهش رو بخور، تلاش بکن تا جایی که میتونی بهترین حالتش رو در بیار، میشه همون اسلاید ها برای من و اون پایان‌نامه‌ای که نوشتم. بعضی چیزها هم هست که خارج از کنترل منه، مثلا اینکه الان من دیشب خوابم نبرد و اینا، کاریش نمیتونستم بکنم دیگه. و یا اینکه الان میرم سر جلسه امتحان و ممکنه یه سوالی بپرسن که خب بلد نباشم، اونم باز از کنترل من الان خارجه. هر اتفاقی ممکنه بی خود هرسشو نخوریم، خوستشو نخوریم، استرسشو نکشیم. حالا همه اینا حرف، میریم سر جلسه دفاع، حالا یه اتفاق میفته. نه ولی خیلی امیدوارم، خیلی زیاد، و خیلی هم هیجان دارم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. تموم شد. وای تموم شد، خسته شدم ولی بالاخره تموم شد. دم همه اونایی که تو جلسه دفاع شرکت کردن گرم، واقعا از خود اساتید گرفته تا چر، تا اونایی که حالا از دوستان و آشنایان و خانواده اومدن. یه نیم ساعتی پرزنتیشن بود، بعد یه 40 دقیقه سوال پرسیدن، یه 10 دقیقه رفتن برای خودشون فکر کردن و یه 10 دقیقه هم بعد اومدن تا گفتن که دیگه ما همه با هم به این نتیجه رسیدیم که شما رو باید آقای دکتر کریمی صدا بزنیم. My time has come. و تبریک گفتن و خیلی هم خندیدیم با هم و سوالای سختی هم پرسیدن. نامردا. ولی خب خوب بود دیگه. بعد جاتون خالی تو دپارتمان اومدن چیز کردن، اومدن بچه‌ها همه جمع شده بودن، کلی دست زدن، تبریک گفتن. بچه‌ها خیلی خوبن، واقعا دلم براشون تنگ میشه. فصل ما در آلمان داره به پایان میرسه، ولی یه فصل بسیار میخوام بگم چالشی اما شیرین از این فصلایی هست که دیدین. مثلا بعضی وقتا برمیگردید یه جایی رو، یه فیلمی رو دوباره ببینید، یه داستانی رو دوباره بخونید. برای ما هم همینه، واقعا خاطراتی رو از اینجا داریم همراه خودمون میبریم، با این انستیتوت، با بچه‌هاش، با خیابونای توبینگن، شهر زیبای توبینگن که از خاطرمون نمیره. براشون سوهان آورده بودم از ایران با مسقطی و حالا شکلات. بعد تموم شد، همه خیلی دوست داشتن اینا. چای زعفرون درست کردیم، ریختن توی قوری، همه خوردن فلان. هدیه استادمو بهش دادم، یک قالیچه فرش دستبافی براش گرفته بودم که مثلا عکس چی بهش میگن، تاجر فرش، اسم اثره هست تاجر فرش. بعد بهش دادم، خانومشم هنریه، خیلی دوست داشت. دلم براش تنگ میشه واقعا. بعضی ها تو زندگی آدم میان، بعضی منتورها که مثل اعضای خانواده، مثل پدر مادر آدم، میگه هیچ وقت سایه‌شون بالا سر آدم کم نشه. و دو تا استاد من همین بود. من خیلی خیلی زیاد زحمت کشتم که این دو تا استادم بشن. و البته آدم وقتی دو تا استاد داره خیلی هم چالش داره، چون باید جفتشون رو سعی کنه راضی نگه داره و شاید همیشه هم هماهنگ و همسویی با هم نرن جلو. ولی واقعا دمشون گرم، منم دانش خوبی بودم براشون. خلاصه مهمتر از همه خانواده و فاطمه واقعا، یعنی که بدون حمایت اینا نمیشد. فاطمه دیگه همتون میدونید، زمانی که ما قبل از اینکه بخوایم آلمان، ما کانادا زندگی میکردیم، فاطمه داشت آماده میشد بره دانشگاه که به خاطر پذیرش من تو آلمان گفت باشه همراهت میام، حمایتت میکنم. حمایتم کرد با همه چالش ها و سختی هایی که داشت.
یه 3 سال با هم اینجا بودیم، بعدش دیگه برگشتیم کانادا و دیگه حالا بقیه ماجرا رو خودتون میدونید. دمت گرم فاطمه، واقعا بدون تو نمیشد. هنوز خیلی کار داریم با هم، انشالله که موفقیت های تو رو ببینم من روز افزون، و مهمتر از همه خدا که کن فیکون کرد و قدم به قدم جور کرد و ما هم شلنگ دختمون انداختیم، ولی خدا اون چیز که صلاح بود و در نهایت برامون خواست و جور کرد. دمتون گرم که فیلم رو دیدین، مرسی، خیلی حال داده، خیلی حال میده. نمیدونم چی بگم دیگه، الان قدم خسته هستم، از چشام هم بکنم معلومه. فاطمه پیام داده و وسط دفاع که چقدر تا خوابت بیاد، میگم چیکار کنم نخوابیدم. تو فیلم بعدی میبینم تو، الان خدافظ. خب میزمون هم باید جمع کنیم، همه این نوتایی که در طول سالها از این کتابای مختلف جمع کردیم، اینو هم راستی نشونتون بدم، کلاهیه که بچه های دپارتمان برای من درست کردن، هر کدومش مرتبط با یه بخشی از کارهایی که انجام دادم، اون وسطی هم که میبینید برای پرژن ترابلرز و دمشون گرم. کتابمونو پس بدیم لایبرری.